سلام محصلین عزیز، با پارت سوم لکچر ما شما خوش آمدین. در این لکچر ما شما نیتورک آدرسینگ میخوانیم، اما قبل از نیتورک آدرسینگ درس گذشته خصوصا یک راوتر روش بحث میکنیم که باز نشه که مشکل ساز برتان باشه. ویدیو از 24 و 55 سکند شده بود، از خاطر استاپ کردم. ما شما زمانی که میگیم میاییم راوتر چگونه کار میکنه، فانکشن ازیره میخوانیم، باز بخیر پیش میریم با آدرسینگ سر میخوریم و موضوعات خیلی مهم است، کوشش بکنین اساسی است، یاد بگیرین. ببینین، اول خود شما یک نیتورک فرض میکنیم. اینجا مای سایز ازیره کلان میکنم و باز به این قسم میسازیم که من ایره کلانتر میسازم. فرض بکنین که ما شما ای خیلی کلان آمده، ای را حسب میکنم، یک ذره خورتر میسازیم. مثلا ای را ما دلیت کردم، میایم ای را فرض بکنین یک نیتورک است و ای را فرض بکنین یک ساحه تک است. مثال ما شما ای را نام میتیم، بازم ای را مثال سلام میگیم، سلام یونیورسیتی، و این مثال میگیم کاردان یونیورسیتی. این دو دانه میخواین بین هم مثال بعضی از دیتا هایشان را شریک بکنه یا نمیخواین، باز ما شما سیناریو رو میبینیم. در اینجا ما شما نتورک دیوایس داریم، این را فرض بکنین که از پانتونی سلام سویچ عمومی یا نتورک دیوایس است، نام میتوم مثال نتورکینگ دیوایسز، نتورک مثال سویچ میگم، دیوایس نتورک دیوایس شما میگذارم سویچ میگم، و با این سویچ دیوائس های مختلف دیگه وصل است. مثال یک دیوائس، دو دیوائس، سه دیوائس، بالاخره هر چی قدر که است ما شما هدف افاده می کنیم. یک، دو، با قسم دیوائس سه و این هم چهارمی فرض می کنیم. ما شما پیش گفتیم اگر دیتا بخواییم بین دیوائس های سیم در نتورک سیم روان بکنیم، مثال این کمپیوتر می خواید دیتایش با این کمپیوتر روان بکنه، پس نیاز به کدام چیز دیگه نیست، می دیوائس با سویچ می و سویچ با اون پالیسی که پیش گفتیم دیتای خودم میاره و با این شیر میکنه. کیره ما شما در لوکل نتورک میگیم، چی میگیم؟ لان میگیم. در لان سایت با این قسم یک مسئله است. اما اگر ما شما بخواییم معلومات خدا با یک کسی دیگی که در بیرون از سلام پانتون است، یعنی از نتورک سلام استفاده نمی کنه، یک کس است که در پانتون کاردان است، یک محصل است، شما کنتاک می کنین، شما مسج روان می کنین. مثال ایجا یک محصل نامش می مانیم، مثال کی است نامی کی را بتوم، مثال حسیب است که یک سن سیدان است، حسیب سادات است یا حسیب خان است، هر حسیب که است ما شما فرض میکنیم حسیب در پانتون سلام محصل است و می خواهی با یک کس دیگه که ما شما می آیم در کاردان هم امیت پالجی را تک حد فرض میکنیم، این طور که عمومی کاردان است و در اینجا کسای دیگه که محصلینی از او است در اوجه است، مثال سه تا از چهار تا محصلین است، ما شما ای را فرض میکنیم سیناریو زیاد دیگه. ای با هم از طریق کیبل وصل است و ای هم وصل است، ای را کل از با نتورک مربوطه وصل است و ای را تایتل میتونم که سویچ از او است یا نتورک دیوائس است و ای را ما شما یک لان فرض میکنیم. پس زمانی که ما شما بخواییم معلومات امی حسیب میخواید، یک محصل دیگه در اینجا هست به نام محمود است، میخوایم معلومات با محمود شریک بکنم، بعضی از معلومات است، لاده پانتون سلام است، یک چیز دیگه است. اگر یا در همین حالت بخوای معلومات روان بکنه یا نمیتونه که معلومات فرورد بکنه، به خاطر مشکلات چی است؟ مشکل ازی است که ما شما نیاز به دیوایس پیدا میکنیم که او را ما شما راوتر میگیم. راوتر معمولا نویزی فیشی است که کنیکت دیفرنت نتورکینگ دیوایسز هست. ما شما زمانی که میاییم سویچ مجبور با کی وصل بکنیم؟ با راوتر وصل بکنیم و ایره میگم که سلام گیتوی راوتر یک تایتل میتیم. پس وظیفه ای طرف یک راوتر شد و ای طرف کاردان هم نیاز بر یک راوتر 100% داره، پس ما میاییم ایره هم با راوتر هم با ای طرف سایت وصل میکنیم و تایتل میتیم که کاردان یونیورسیتی کاردان گیتوی راوتر.
یا راوتر ساده یا گیتوی هر کدام یه زیره که ما شما فرض میکنیم و ایجم راوتر نشته میکنیم. پس اگر این محمود اسیب میخواید دیتا روان بکنه یا نمیتونه که مستقیم بین خود دیتا را بین قسم شریک بکنه، این اجازه به هیچ صورت نیست و هیچ نمیشه. پس نیاز برای چی است؟ نیاز برای راوتر است. معلومات زمانی که از این ساید میره با سویچ میره، معلومات در اینمی حالت به شکل چی است؟ تا اینمی جا به شکل فریم است. ما شما او روز گفتیم فریم، گفتیم فریم در دیتا لینک لایر است. اما زمانی که معلومات از سویچ میخواه به سمت راوتر بره، کیره ما شما دیتا لینک لایر میگیم، تا ایجا دیتا لینک لایر است و زمانی که به این ساید می آید ایجا مربوط به نتورک لایر میشه و خود شکل دیتا به شکل پاکت میشه. دیتایی که سویچ با راوتر جور میشه و راوتر او را اکسپت میکنه باید به شکل پاکت باشه. و ما شما اگر بریم خود ویلیو یک چیز را ببینیم که یک پاکت چی داره، ببینید پاکت معمولا اگر ما شما ای را زوم بکنیم با اینمی شکل معلومات های مختلف داره. یک سورس مارک، دوم دیستینیشن مارک، دا پولی از یا یک آدرس دیگه که داره سورس آی پی و این طرف دیگه موضوعی که داره دیستینیشن آی پی and the last one actual data و دیجا امو دیتایی که روان میکنیم و در آخری سی خود CRC Cycle Redundancy Check داره. اینی ببینید اینمی یک شکل یک پاکت است. ما مثال هم داده بودم سورس مارک آدرس خانه، دستینیشن مارک بکی روان میکنی، سورس آی پی امو آی پی خانه و دستینیشن آی پی خانه، دیتا چی است یا چی است. اینمی شکل راوتر بر خود میگیره. کیره ما شما چی میگیم؟ پاکت میگیم. یعنی معمولا سایز یک پاکت، شکل یک پاکت، کار یک پاکت با اینمی شکل است. اگر ما شما بیاییم و پاکت ها میخواییم روان بکنیم، پاکت ها میخواییم اکسس بکنیم، ما باید پاکت تمام آدرس های زیر داشته باشه. باز ما شما میگیم که ای پی آدرس چی هست، سورس های پی دستینیشن های پی چی هست، کلش میخواییم. پس این میجی هست که این می دو دیوائس با هم از طریق یک راوتر دیگه که در بین از یا بارر گیتوی راوتر هست، اینه ما شما بارر گیتوی راوتر میگیم. بارر گیتوی راوتر امو کسی است که هم بر ازی انترنت داده و هم بر از داده یا امو درمیان منچیگر است. پس ای دیوائس ها هم کاردان وصل میکنه هم سلام وصل میکنه. پس آل اگر مسیب معلومات نیاز داره اسی باید با سویچ بره، سویچ میبینه که در داخل ازی نیتورک نیست، یک معلومات بیرونی است، ایره با نیتورک لایر به شکل پکیت روان میکنه. زمانی که از پکیت لایر میبینه که معلومات در پاکت لار میبینه که یک نتورک بیرونی است، پس طریق گیتوی راوتر با بارر گیتوی راوتر شریک میکنه و بارر گیتوی راوتر چک میکنه. این خوشحال لینک های دیگه هم داشته باشه، کس مثال نتورک های دیگه است، این طرف شاید نتورک دیگه باشه، این طرف نتورک دیگه باشه، میبینه چک میکنه که با این ساید یک پاکت که روان کرده دی اینمی جا وجود داره. پس با کاردان راوتر کاردان روان میکنه، با کاردان روان میکنه، میبینه که مربوط چیزی است با اینمی سویچ است، با سویچ میده، سویچ با اساس ماک آدرسی که داره ایدنتیفای میکنه و معلومات مستقیم پیش محمود میاره. This is the actual process of how a router work. اینمی یگانه مثال است که راوتر چگونه کار میکنه، با کدام نوع کار میکنه. راوتر اینمی وظیفش است ببینید که نیتورک های مختلفه با هم وصل میکنه و نقطه زیر ایجاد میکنه که چگونه دیوایس ما از این ساحه بیرون شوه و با دیوایس های دیگه که در نتورک های دیگه که وجود داره و با این قسم باید فارورد شوه. دیگه وظیفه راوتر ای هم است که بسپت انتخاب بکنه. اکثر اوقات راه های زیاد می باشه، 4 راه 5 راه می باشه، در بین از او یک راه را که انتخاب میکنه. اینمی وظیفه خود کی است؟ وظیفه خود راوتر است که تا بهترین پاته بهترین راه را انتخاب بکنه و بهترین مدیریت انجام بده. این بود راوتر، ارزمند و مفهوم گرفته باشین، فهمیده باشین که چی است. حالا یک موضوع بسیار ضروری، بسیار اهم و ای است که ما شما آدرسینگ میخوانیم. میاییم آدرسینگ چی است؟ از این موضوع چی خلاص نمیشین، پس کوشش بکنین که خوب سعی با شوق بخوانین و از این موضوعات شما خلاصی ندارین. من میاییم هایلایت انتخاب میکنم. ببینین ما شما زمانی که در دنیای امروزی
با یک کس آدرس میدیم، آدرس های مختلف هست. یکی فیزیکال آدرس هست، یکی لاجیکال آدرس هست. فیزیکال آدرس امو آدرس خانه و کوچه و یا هست که برای ما شما فیزیکال آدرس میگیم. لاجیکال آدرس امو آدرسی است که مثال آدرس یک دیتا است، آدرس مثال یک الماری است، آدرس است که او اکثر وقت فیزیکال نمی باشه، لاجیکال می باشه، منطقی به کس آدرس میدیم. کما شما در نتورک هم دو نوع آی پی آدرس دارید، یکی فیزیکال آدرس است، اکچولی آدرس است که از یک اداپتر است، یکی لاجیکال آدرس است که به خاطر اینترنت کانکتیویتی است، اینترنت اکسس کردن است، ما شما او را لاجیکال آدرس میگیم. میایم اول فیزیکال آدرس میخوانیم کدام است، چیگونه است، کدام استراکچرش است، بعد از او باز بخیر لاجیکال آدرس را میخوانیم. میایم فیزیکال آدرس چی است. پیش ما شما گفتیم هر اینترنت نتورک means هر نتورک اینترفیس که پیش ما شما نتورک اداپتر گفتیم برشان، باش که ببینیم نتورک اداپتر اینی اداپتر که ما شما گفتیم. پیش گفتیم هر اداپتر از خود یک ماک آدرس دار، ماک آدرس، فیزیکال آدرس، برن آدرس، سیم تو سیم. اینجا نوشته میکنم که ماک برن آدرس بیو برش میگه و فیزیکال آدرس هر سی از یک مفهوم افاده میکنن. هر نیتورک، هر اینترنت نیتورک انترفیس ما شما شاهد یک فیزیکال آدرس است که او توسط کی؟ توسط کمپانی اساین میشه. با کی اساین میشه؟ با اینمی نیتورک اینترنت ادپتر اساین میشه که او را ما شما چی میگیم؟ میدیا اکسس کنترل یا ماک آدرس یا فیزیکال آدرس و یا هم برن آدرس، سیم نام است. اگر هدفی از چی است؟ زمانی که ما شما میتونیم یک کامپیوتر در پرایوت نتورک میتونه دو آی پی آدرس داشته باشه، سه آی پی آدرس داشته باشه، یعنی یک آی پی آدرس میتونه از شما پرایوت آی پی آدرس ها که است در دو کامپیوتر هم استفاده شده کم تره. اما زمانی که ماک آدرس میگیم، ماک آدرس مینز یونیک آیدنتیفایر، به این معنی ای آدرس است که یونیک است، دیگه به هیچ کامپیوتر دنیای آی پی آدرس این ماک آدرس داده نشده. با کی آدرس میتونه؟ با نتورک انترفیس کارد یا با اینترنت ادپتر میتونه، به خاطر اینکه زمانی که نتورک سگمنت کانکت بکنه، دیتا لینک لار کمیونیکیشن کریت شوه، دیتا لینک لار معلومات بین از یارا وان شوه، امی است که از فیزیکال آدرس، ماک آدرس یا برن آدرس استفاده میکنه. که ما شما پیش گفتیم سویچ چیگونه کار میکرد، سویچ با اساس از این ماک آدرس کار میکرد تا این بشناسه که کی است و چیگونه است. بعضی از کمپانی هایی که نتورک ادپتر است یا این آی سی آر می سازه یا این آی سی آر دیولاپ میکنه، او کمپانی های دلاس، بلکنس، نارتلس و سیسکو است. این همی چهار کمپانی هایی است که در دنیا این آی سی آر یا نتورک ادپتر را می سازه که در بین از این کمپیوتر ها تمام از یا یک نمبر می ده، یک سیکونس نمبر می ده که ما شما ارگانیزیشنل یونیک ایدنتیفایر میگیم، او یو آی میگیم، که ماک آدرس که ما شما میگیم این نمبر است که به اساس او یو آی داده میشه و ایره ما شما ماک آدرس میگیم، که بعد از این کمپانی زمانی که ماک آدرس داد او را ما شما ماک آدرس آف مانیفکتورر میگیم. و او یو آی کاست تایپیکلی رایت ات دی فرانت آف دی آدرس، اولین یسا و فرانت یک آدرس ما شما او یو آی میگیم. ماک آدرس معمولا ببین نور ما شما در ویدیو پیش چیز شدیدیم که چی میکرد. ماک آدرس زمانی که باشه میتونه که آیدنتیفای شو که کدام دیوایس با کدام نوا و با چی شوا میتونه که کنکتیویتی ها را ایجاد بکنه و با کدام شکل میتونه که کنکتیویتی ها را مدیریت بکنه. پس ما شما ماک آدرس هایی که فیزیکال آدرس های دیگه که وجود داره، او آی که تایپیکلی ما شما میبینیم امراش سر و کار داریم، او را ما شما چک میکنیم که با کدام ویژگی ها داره. فیزیکال آدرس ما شما اگر فرض بکنیم یک نتورک ادپتر است که با اساس ماک آدرس ما شما اگر فرض بکنیم ماک آدرس اینمی آدرس ببخشین امیال یک زرگیچ هم شدم مایکی که بخاطر ساوند ریکاردینگ ما استفاده کردیم هیچ فکر ما نبود، او زمین ننداختگی بود و ما صحبت میکردم، ما ویدیو رو ریکارد میکنم انشاءالله که صدای مسیح میباشه. اگر صدای مسیح نبود ما کوش میکنم که یک ویدیو دیگر ریکارد کنم، اگر نشد امیر اپلود میکنم، شما ببینین که اگر وایس چیز مشکل داشت بخشش کنین، بخاطر که امیال امی ثانیه فکر ما شد و از خاطر امی موضوع هم زودی یک ذره گردوار شده است پیشم. ما شما
physical address که میگیم آدرس است که identify میکنه manufacturer یا کمپانی یا توسط MAC address یک کس را مشناسه identify میکنه چک میکنه و باساس از او کارهای مختلف را انجام میده. ما شما اگه مثال اگر فرض بکنیم یک نتورک ادپتر که MAC address داره و MAC address از او را ما شما ای را فرض میکنیم پس OUI یا ما شما یونیفارم یه که گفتیم Organizational Unique Identifier که میگیم توسط از این راوتر در اولین 3 اکتت میبینم. ببینین یک MAC address چند اکتت است؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 شش اکتت یک MAC address است. پس اولین 3 اکتت از این را ما شما مربوط به چی OUI میسازیم. این را ما شما OUI میگیم. OUI هر کمپانی فرق میکنه که بعض از OUI مشهور کمپانی ها دل 0014.22 است، نارتل 00.04DC است و سیسکو 00496 است و بلکن اینمی است 003 است. بیری اینمی MAC address های مشهور بعضی کمپانی است که OUI یا مشما Organizational Unit باش که از Organizational Unique Identifier که میگیم توسط از این مشما میتونیم بفهمیم کی از کدام ایک چیز است. میایم من از خود چک میکنم، میرم به CMD، بعد CMD نوشته میکنم ip config slash all. میاییم به کجا رو میبینیم؟ وایرلس لان ادپتر، ایترنت ادپتر. اگر ایجا ما شما بیاییم فیزیکل آرست FO1F ایرا ما چینج هم کردیم، مربوط هیچ کمپانی از یا نمیشه به خاطر که انتال آر اینترنت کنکشن از کمپانی انتال است و کمپانی انتال اف او یک اف این همی هست. ایره من فکر کنم چینجم کده بودم. دیگه ما شما ادپترهای مختلف داریم، ببینین وایرلس شو ببینیم، وایرلس 0E جا از کی است؟ 0E هم نیست، بس یه از کمپانی انتال است که دیجه است ایجا وجود نداره، نارتل، سیسکو، دل و بلکن دیجا هسته. با این اساس ما شما میتونیم ایدنتیفای بکنیم که اولین 3 حصی از یا اولین 3 اکتت از یا مربوط با کدام کمپانی میشه، منفکچرر از این راوتر کی است و هکارا میتونه از این بسیار خوب باز میتونه استفاده بکنه چک بکنه که راوتر مربوط با کدام کمپانی است. دیگه ما شما لاجیکال آدرس داریم، لاجیکال آدرس کش میکنیم در ویدیو بعدی کاور بکنیم. شما فیزیکال آدرس باید بفهمنین که MAC address است و MAC address ما شما اگر ببینیم در هر پورت ما شما هر چیز ما شما یک MAC address جداگانه داره. فیزیکال آدرس ها ببینین 1, 2, 3, 4, 5, 6 پورشن است و توتال 48 بیت میشه. 48 تقسیم 6 بکنی 8 بیت هر حصه از ای است، یعنی هر اکتت از 1, 2, 3, 4, 5, 6 اکتت است. هر اکتت از 8 بیت است و 8, 6 48 بیت. توتال MAC address ما شما 48 بیت است و ما شما در دنیا امروزی هر کمپیوتر یا هر کمپیوتر خود جدا، یعنی هر ادپتر یک MAC address جداگانه می باشه. ببینین MAC address وایرلس لان ادپتر با MAC address که در ایجا هست با وایرلس لان ادپتر لوکال ایریا کانکشن است فرق میکنه. شما میتونین راجع به MAC address ببینین، کار بکنین. اگر مشکل بود با ویدیو بعدی با ما شریک بکنین، ان شاء الله ما رسیدگی میکنم. این بود لکچر هفته ما. شما در زمانم که یک چیز را گرفته باشین و یک چیز را مخته باشین. خداوند نگهدارتان، کامیاب و کامگار.